بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 21 ماه دسامبر سال 2016 میلادی و برابر است با اولین روز دی ماه 1395. والا ما که نفهمیدیم این شب یلدا که دیشب بود هندوانه و انارم خوردید همون چله است یا چله وسط زمستونه. خلاصه به یکی از دوستان گفتم مثل اون صحبتی که آقای هادی خورسندی کرد و نوشت که وای بر من که جمعه هام یک شنبه شد و نانم برد شد، آبم واتر شد. ما هم اینجا قاطی کردیم حسابی. در هر صورت ما تو شیراز هم خیلی شب یلدا رو جشن نمی گرفتیم، دیگه تلویزیون بود و برق بود و اینها، کسی نمی نشست. بعد تو شیراز هم خیلی اهل کرسی و این چیزا نبودن، چون سرد نمی شد به اون صورت. اجازه بدید من تاریخ و اینا رو هم ببینم اینجا درست هست، همه رو براتون پخش کنیم. از افکت دو که میگه چهارشنبه اول دی، بعدش این تاریخ و به اصطلاح مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشیم. بعد شماره تلفنی که میتونید تکست هم بفرستین و تلویزیون مردم، این هم از اون ماجرا. بذارید بریم روی فیسبوک و دوستانی که روی فیسبوک شخصی من رو میبینن، ضمن تشکر ازشون خواهش میکنم اگر براشون مشکلی نیست این صفحه رو شیر کنن با دوستان خودشون. من همینجا الان با دوستان خودم روی صفحه مردم تیوی شیر میکنم، سوربی با مردم، و میریم که برنامه امروز رو شروع کنیم. تازه هنوز هم یک دقیقه مونده به ساعت 2 و خوشحالم که ما همیشه سر وقت شروع کردیم، یکی دو روزه حتی چند دقیقه زودتر شروع میکنیم، که البته اینم اشکال داره. اگر قراره 2 شروع بشه برنامه، باید برنامه 2 شروع بشه. خب الان ساعت 2 بعد از ظهر وقت نیویورک، واشنگتن شرق آمریکا، و 11 صبح به وقت غرب آمریکا کالیفرنیا هست. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود. میدونید که ایشون رشتش آسیب شناسی است و در باره خط ما فارسی است یا عربی است صحبت میکنن. اصلا تعریف کنیم ببینیم خط یعنی چی. خب برنامه های ایشون روی یوتیوب، روی فیسبوک هستن. نمیدونم روی فیسبوک هم میشه آدم سرچ کنه یا بگرده با اسم پیداش کنه. در صورت یزدان خداوندلو فیسبوک داره، صفحه داره، روی اون ویدیوهاش هست. روی صفحه مردم تیوی هم ویدیوهای ایشون هست، روی بایگانی یوتیوب مردم تیوی هم هست. اینجا وقتی یکی برنامه میگیره ما براش سنگ تموم میذاریم، یعنی کم فروشی نمی کنیم. خب و اما این ترامپ دیوانه که ایراد میگرفت به ببین این کلینتون رفته بنیاد خیریه درست کرده ولی دخترش انقدر حقوق میگیره، نمیدونم خودش انقدر پول برداشته، از عربستان انقدر پول گرفته، این احمق هنوز نیومده توی وایت هاوس، توی کاخ سفید، با این بچه های عقب افتاده روانی یک چریتی درست کردن که هر کی میخواد فردای روز سوگند یا هر چی که اسمش هست آقای ترامپ رو ببینه، حتی تا مبلغ 500,000 دلار باید بده تا بره اینو ببینه، که فوری صدای مردم در اومد. این حسن آمریکا همینه، نمیذارن بگن حالا بعدن، حالا بیان یه نامه سرگشاده بنویسین، حالا بیان تومار بنویسین، فوری زنگ میزنن به نماینده هاشون و سر و صدا و اینها و گفتن آقا خیلی داری تون میری، تو که گفتی من میام این مرداب، این کثافت خونه، این لجنزار رو خشک میکنم، خودت هنوز نیومدی، بوی تعفن لجنزارت اینجا رسیده. از طرفی چند روز گفته میشه که سال 1988 خانم اوپرا، این مجری برنامه یا شولیدی که سیاه‌پوسته و خیلی معروف و خیلی پولداره، مصاحبه‌ای کرده بوده با
آقای ترامپ، و میدونید که ترامپ یه دفعه یه شبه نیومد، مثل دوستانمون نباشه که آقا کی خمینی رو میشنا، خمینی یه شبه اومد. نه آقا، خمینی سالها برای انقلاب سال 57 رفت کار کرد، رفت دوره دید، رفت آموزش دید. این آقای ترامپ هم بیش از 30 سال هست که دلش میخواسته رئیس جمهور بشه، و گویا اون سال 1988 تو شویی که مهمان خانم اوپرا بوده گفته که اگه یه روزی بی پول بشی ورشکست بشی چه کار میکنی، و این گفته اون موقع میرم رئیس جمهور میشم. و الان میگن احتمال زیاد این از لحاظ مالی واقعا وضعش خرابه و آمده رئیس جمهور شده تا یک جوری وضعیت مالیش رو نجات بده، و همین دلیلم نه تکسش رو نشون داد، نه برقای مالیاتیش رو نشون داد، نه نشون میده کجا پول داره، کجا نداره، کجا بدهکاره و الی آخر. ولی من نمیدونم، باید از دوستانم گله کنم که بعضی هاشون سر این ماجرای ترامپ اصلا میبینی کل سیستم زندگیشون عوض شده. آقا خانم، شما طرفدار ترامپ باش. من که خودم را آزاد کردم، نه طرفدار ترامپ بودم نه طرفدار هیلری بودم. من که باور داشتم این هر دو یک آشغالن، این هر دو شاخه یک درخت فاسد هستن. و ولی وقتی شما میای میگی اینجوری، خب ما هم بالاخره یک آدمی، نفس میکشیم، گوش، پوست، استخوان داریم، احساس داریم، یه حرفی میزنیم، میگیم بابا به این سادگی هم که من و شما فکر میکنیم نیست. این دسیسه هایی که ازش صحبت میکنن، فریمیسون، فراماسون را نمیدونم، گروه 300 از ما بهترون، بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. اینایی که اینجوری پول خرج میکنن، اینایی که پول به دوتاشون میدن، شما ببین همین مردی که الدنگ، واقعا که هیچ کلمه ای بهتر از الدنگ برای این به کار نمیخوره. قبل از انتخاب میگفت این آقای سرمایه‌داری هست توی مکزیک، این فاسده، این فلان، این پریشب شنبه شب رفته باهاش شام خورده، وقتی اومده بیرون گفتیم he's a great man، این مرد بسیار بسیار با شرفی هست. خب به این میشه اطمینان کنید؟ فقط به این دلیل که شما فکر میکنید به ایران حمله نمیکنه؟ اصلا برنامه‌های جنگی آمریکا 30 سال 30 سال نوشته میشه، 40 سال 40 سال نوشته میشه. آمریکا که دیگه مجانی کارگر برده نداره که توی مزارع کار کنن، تولیدات نمیدونم شلوار جین و فلان همه دنیا. آمریکا که ماشیناش هم افتضاح از آب در اومد، همچنین که ماشینا کوچیک شد و کم مصرف شد، ژاپن و کره و اینها اومدن پدرش رو دربردن. تنها وسیله‌ای که الان داره و میفروشه همین اسلحه و جنگ و ترس. ترس میفروشه به این عربای احمق، ترس میفروشه به این میدلیست که همشون یکی، از اون یکی دیگه احمق ترن، از اون بر ترس که غالب کردهشون تزریق میکنه این زرابخانه، زرادخانه ها، زرابخانه میشه اونجایی که پول ضرب میکنن یا چاپ میکنن، ولی زرادخانه اونجایی که اسلحه میسازن. میگم فارسی مونم غلط شده، در اصل بگید ببینیم که این یلدا همون چله است. چون دیدم آقای مسعود سهیلی نوشته بود یلدا شب آفرینش، گفتم والا برای من یکی نوشته بود یل یعنی بزرگ طولانی، شب دا هم یعنی شب، شب طولانی، اینجوری بهتر میشه. شب آفرینش کی است؟ حالا میخونم براتون ببینید چه مزخرفایی راجع به این نوشتن. بعد تازه دوستم سعید میگه که نوشته، البته نوشته بیاین نمیدونم سنت و چیزا رو پاس بداریم. میگم بابا جون سنت اون فیلم چی بود، ویارونزن روی پشت بام، تردیشن تردیشن، اونو برید ببینید. سنت همیشه دست و پاگیر بوده. بله فرهنگ خوب رو پاس بدارید، نمیدونم دو برابر سه برابر توی بلنگو دروغ هم راجبش بگید، ولی سنتی که بده و دست پاگیر رو باید بشکنی بریزی دور. خب الان من برم هندونه پیدا کنم، هندونه که شما شب یلدا میخری همش مونده ماله توی سردخونه هست، مخصوصا توی اینجایی که ما هستیم زمستون که هندونه نیست، تابستون فصل هندونه هست، اینا رو نگه میدارن. هندونه یه دلاری رو امشب بهت میده 6 دلار، بهت میده 10 دلار، مزهش هم بده، معلومه خودش خودشو خورده، له شده داخلش. خب اینم از ببینیم که آقای افشارها چی نوشتن.
خوشبختانه در تعطیلاتم و شاهد برنامه امروز حضرت عالی به شکل زنده چنانچه لازم مصلحت میبینید از طریق اسکایپ بنده در خدمتتان خواهم بود. نه من فکر کردم که شما احتمالاً در تعطیلات هستید، امیدوارم بهتون خوش بگذره، ولی سه تا مسئله بود چون من یه بار از اسم شما استفاده کردم وقتی که آقای دکتر احمدی گفت دوستان شما اینجور گفتن، گفت خب آقا دوستان من کیان؟ حتما آقای مصطفی زاده رو شما میگید و آقای افشارها. بعد شما توضیح دادید که نه آقا من با کسی صحبت نمی کنم، غیبت پشت سر کسی نمی کنم و اینها. ما هم گفتیم آقا ما منظورم تازه این بوده که آقای افشارها است که آقای افشارها هرچی بگی ما قبول داریم و گاهی وقتا دوستا از هم دلخور میشن، از هم انتقاد میکنن، فردا دوباره دوست هستن و دوستانی دوستای بهتری هستن برای هم که قبلا یه دعوای کوچولو هم با هم کرده باشن. چرا؟ برای اینکه دیگه خط قرمز همدیگر رو میدونن، میدونم که آقا این دوست من که اهل تبریزه شوخی ترکی نباید جلوش بکنم، ناراحت میشه. میدونم این دوست من که مثلا اهل لرستانه خیلی درباره لورا نباید بد بگم، یا میدونم این دوست من که مثلا خیلی بذل و بخشش داره راجع به خسیس بودن نباید جلوش حرف بزنم. این همدیگر رو خوب میشناسم. ولی وقتی که توضیح دادم بعد اون ایمیل شما درباره غیبت، تو اول سوال کردم غیبت چیه، شما برای من توضیح بدید دفینیشنش چیه، توضیحش. این یه دوستی از آلمان برای من نشون آقا همسر من خیلی تشکر میکنه از شما، وقتی یک کلمه ای رو میگی اگه به انگلیسی میگی فارسیشو میگی، اگرم به فارسی میگی یه دفعه انگلیسیش هم از زبونت میپره، توضیح میدی و اینها و یاد میگیره این دوست ما همسرش به اصطلاح که مایل هم هست به اصطلاح بیان آمریکا، رو امیدواریم یا اینا بیان آمریکا ما ببینیمشون یا ما بریم دوباره آلمان ببینیمشون اینها. و گفتم بهش بگو فقط یه اشکالی داره، انگلیسی یاد گرفتن از سوربی یه وقت میبینی انگلیسی شیرازی حرف میزنی. بمانه کلمه define کردن یعنی این رو توضیح دادن، باز کردن، معنی کردن. و این از روزی به اصطلاح خیلی جا افتاد که آقای بیل کلینتون رو با اون خانم جوونه به اصطلاح تو اون ماجرایی که تو اتاقش ماجرای سیگار و چیزای دیگه بوده و اینا لکه و لباس و اینا، بعد بیل کلینتون اینا قاضی هن، اینا همه مار خوردن عفی شدن، اینا دیگه الان سوسمار هستن. خلاصه گفتن که آقا شما با این خانم دختر جوانی که اومده مجانی کار کنه توی وایت هاوس، اینترن بهشون میگن، شما فکر کنم دوره کارآموزی مثلا باید میگفتیم تو ایران، شما پول که بهش ندادی چی؟ بنده خدا سوار که نه، یه کارهای دیگه معاش کردی، سیگار کشیدین و فلان بسار و اینها، سکس داشتید. گفت نه نه نه، شما سکس رو برای من دیفاین کنید، کلمه سکس رو دیفاین کنید. اونا مونده بودن که آقا حالا ما دیگه به این وکیله چجوری بگیم سکس یعنی چی؟ آیا واقعا سکس همونیه که توی اسلام هم گفته که نمیدونم باید 4 نفر باشن، 2 نفر ببینن، یکی بند بکشه وسطشون؟ خلاصه از خیرش گذشتن. حالا این کلمه دیفاین در رابطه با غیبت یا گاسپ، و آقای افشارها گفت وقتی که یه نفر صحبتش بشه که حضور نداشته باشه اونجا، این غیبت. حالا چه خوبیشو بگیم چه بدیشو بگیم. آخرین جمله ایشون اضافه کرده، البته اونهایی که ناباور هستن، یعنی به خدا باور ندارن، به آفرینش باور ندارن، اینا میشه غیبت کرد. من گفتم ای داد بیداد، اگه یه آدمی اینقدر مؤمنه یه دفعه چطوری در راجب ناباورا اینقدر بی انصاف میشه؟ منتظر بودم ایشون توضیح بدن که در مسافرت و در چیز هستن به اصطلاح تعطیلات هستن، امیدواریم خوش بگذره. و بعد که باز پیش رفتیم و آقای مصطفی زاده نامه نوشت و ما نامه رو خوندیم و آقای احمدی آمد صحبت کرد و اینها، آقای احمدی گفت آقا حقیقتش این آقای مصطفی زاده بوده که پشت سر شما حرف بد زده، اینقدر حرفای بد زده که من وقتی داشتم برای آقای افشارها تعریف میکردم به اصطلاح از عصبانیت صدا میلرزیده. گفتم اه ایشون که میگه ما غیبت نمی کنیم، حالا چجوری پشت سر من، پشت سر مصطفی زاده شما دوتا داشتید حرف زدید؟ بماند تا یه وقتی آقای افشارها خودشون میان در این باره توضیح بدن که ما گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، آمدیم درباره چیزای خیلی بزرگ و سخت صحبت کردیم، چیزای ریز کوچولو پیش پا افتاده رو
به قول خودمون پشت گوش انداختیم. پشت گوش انداختن یعنی چی؟ یعنی نبینیش ها؟ جلوت نباشه که ببینیش. اصلا نمیدونم از کجا میاد. و اما امروز باز دوستمون گفته بود که آقا شهرام همایون یک بار دیگه به بینندگانش اولتیماتوم داد. اولتیماتوم به فارسی هم میگیم اولتیماتوم دیگه نه، که به اصطلاح نه یه چیز دیگه هم میگن به اولتیماتوم، در هر صورت که اگر پول ندید من دیگه سیاسی بودن رو ول میکنم و میرم توی انترتینمنت. کلمه انترتینمنت یعنی تفریح، شادی، چیزای جالب، اینا رو جمع کردن، دیدن، در موردش صحبت کردن، شما رو انترتین میکنن، شما رو سرگرم میکنن، شما رو مشغول میکنن و الی آخر. حالا باید صبر کرد ببینیم چی میشه. و اما دوشنبه که من برنامه داشتم اینجا، چهار تا اتفاق افتاد که دوستان از طریق فیسبوک یکی یکی نوشتن. یکی ترور یا کشته شدن، اون موقع هنوز زخمی بود بعد کشته شد، سفیر روسیه در آنکارا در ترکیه بود به دست اون جوان پلیس 22 ساله که الان دیگه فیلماش هم هست، عکساش هم هست و الاخر. یکی دیگه حمله به مسجدی یا به حمله به مرکز اسلامی در سوئیس. تا حالا سوئیس از لحاظ زندگی و از لحاظ ترور و اینها مثل که جون سالم به در برده بود که اینم not anymore. و این دوتا. یکی دیگه توی آلمان بازار کریسمس، مارکت کریسمس، واین‌آختن و اینا، خود منم میرفتم، شراب داغ بهت میدن، چی میخری، جشن اینها. یک البته فکر کردن یه آقای پاکستانیه، بعد فهمیدن اشتباه کردن، گویا یک جوان تونسی هست که الان هم نیست، پیداش نیست، فرار کرده، جون سالم به در برده، یا میگن اگه زخمی هم شده در رفته. ولی اون یکی که توی به اصطلاح قسمت پسنجر یا مثل شاگردش نشسته بوده اون مرده. خلاصه این با یه کامیون بزرگ، حالا یا 18 چرخ یا 14 چرخ، میره رو مردم، همون کاری که توی نیس فرانسه هم یه نفر دیگه انجام داده بود و چندین نفر کشته شده بودن. و اینجا گویا تا حالا 12 نفر زخمی، بیش از 70-80 نفر، 12 نفر کشته، بیش از 70-80 نفر زخمی شدن. و باز دونالد نادان بدونی که اصلا ببینه کیه به کیه گفته آها این اسلام تندرو فلان بیسا، احمق. یه نفر که فکر میکنن از این رایت، یعنی از این سفید پوسای تندرو و اینها باشه، تو سوئیس رفته به مرکز مسلمونا حمله کرده. ناگفته نماند که این بعضی از مسلمونا انقدر افراطی و احمقن که به همدیگه، به جون همدیگه میفتن، همدیگه رو میکشن. ولی آخه مرد چی بگی آدم به این ترامپ دیوانه، چجوری با 4 سال تحمل کنیم اینو؟ خدا کنه دغمرگ نشه. دلش خوشه که نه به حرف به اصطلاح مامورای CIA و FBI گوش میده، و خب اینجوری دیگه کم کم همه دارن باورشون میشه که آقا این فقط به حرف شوروی گوش میده، به حرف پوتین گوش میده. چون امروز ازش سوال میکردن آقا تو که میگی من به حرف اینا گوش ندادم، صبر نکردم، فوری گفتم فلانیه، از کجا میگی؟ بذارید ببینیم این آقای حسن خزائی فکر کنم پیغام گذاشته، نه دل دیوونه، نه این نیست، یه جای دیگه گوگل وایس، بله این، ببینم اینه. الو سلام عرض میکنم، با اختیار خودتون پخش بشه یا نشه، روز مشخص امروز که امروز چهارشنبه است و ساعتم 11:30، من ضمن تشکر از بهترین و آگاهترین و مطمئنترین دوستم که توی آمریکا دارم فعلا و فکر می کنم دیگه تکرار بشه همچون موردی، این آقای شهرام شکوهی رو، اگر که قبل از برنامه‌تون و انشاءالله که باوجود میدونم دو سه دقیقه وقتم مهم هست که زودتر برنامه‌تون شروع کنید، ولی اگر که به قولن نزود ندیر متشکرشیم. و اینم با اون چیزی که دختر خانم نقاشی میکنه، همین چیزی که خب من نفهمیدم کجا به کجاست، شما انقدر تعارف میکنی که اصل ماجرا فراموش میشه.
بنویس آقای حسن خزائی، تو رو به جدت بنویس که یادت باشه. شما شروع کردی گفتی تاریخ که خب معلومه چه روزیه. خب اگه اینجوری باشه هیچ کس تاریخ رو اعلام نمیکنه، به همه میگه خب دیگه میدونید چه روزیه، میدونید چه ساعتیه، برید دنبال کارتون. بعد تعریف کردی از یه دوستی داری تو آمریکا که این نابغه است، دیگه بهتر از این پیدا نمیشه، ما هم یه کمی داشتیم اینجوری اینجوری میکردیم که الان اسم ما رو میگی. یه دفعه گفتی شهرام شکویی. شهرام شکویی من اصلا نمیشناسم کیه، نمیدونم چیه. دوست عزیز، یه دوستی دارم این آقا سعید گل که جهرم خدمت کرده، الان در کالیفرنیا خدمت میکنه به مردم. چند تا چیز مهم تو زندگی یاد من داده که همیشه به این گوشم آویزونه. همین جوری که یه جاده اگه میخوای شما بسازی نقشهشو میکشن، بعد میان میکنن، صاف میکنن، زیر سازی میکنن، بعد شن میریزن، بعد نمیدونم یه پارچه میندازن که آب اونجایی که نمیخوان نره، اونجایی که میخوان بره، فلان. نه، شما باید آماده کنی. سلام، من حسن خزائی هستم. اگه نگی این پیام فقط برای خودته، من پخش میکنم، دیگه نمیخواد توضیح بدی. فقط اونایی رو که نمیخوای پخش کنم، پخش نکنم، بگو پخش نکنید، شخصیست خصوصی. بعد شما توضیح بده، بگه امروز من به یک ویدیویی برخوردم به نام آقای شهرام شکوهی، چون یه شکوهی نادانی هم ما دوست داریم، برامون قرار بود حتی پول بفرسته، برداشت یه مش نامه فرستاد، بعدم فکر کرد خیلی آدم زرنگیه، دستخطش عوض میکرده چی، گفتم بعد من اگر به FBI گزارشت بدم یقتو میگیرن. برای خودتون الکی درد سر درست نکنید، برای اینکه امروز از تلویزیون ایران آریایی مثلا طرفداری میکنید. در صورت من نمیدونم، شما یک کمی باید این آهسته تر، مرتب تر، ردیف تر. اولا امیدوارم اون شخص دانایی که گفتی من نباشم، چون اگه من داناترین دوست شما باشم برات خیلی متاسفم، چون میدونی ماجراش چیه. یه معلمی گویا یا یه کارگری به بچهش گفت تو میخوای چه کاره بشی؟ گفت میخوام مثل تو مثلا معلم بشم یا مثل تو کارگر بشم. زد تو سرش، گفت چرا میزنی؟ گفت بابا من میخواستم وزیر بشم، کارگر شدم. تو که کارگر میخوای بشی، ببین دیگه چی میشی. حالا من امیدوارم اون دوستی که شما گفتی و با سوادترین و با دانشترین من نباشم و بگردی با دانش و اینها پیدا کنی. این روزا بهترین دوستمون و دانشمندترینمون همین گوگل و سرچ انجینای هست که هست. البته مواظب باشید، اطلاعات غلط هم بهتون زیاد میدن. به همین خاطر اجازه بده این پیام فعلا بذاریم روی هولد، بریم سراغ نوشته های دیگه. بله، خب گوگل پیمنت. آها، بهتون گفتم که ما از این آفتابه های قرن 21 این بیده به اصطلاح 5 تا داشتیم، بعد گفتم حالا 4 تا هست و یه نفر گفت حالا که 4 تا هست هر یه دونه شو که فروختی من 50 دلار میدم که دوستانم 50 دلار بدن و شما اون تلویزیون 100 دلار گیرت بیاد. بعد یک دیروز طرفای عصر بود به من زنگ زد گفت که آقای سوربی چند تاشو فروختی؟ گفتم تا حالا هیچ چیزی نفروختم، فقط آقای خسرو بهرامی اومده به مردم گفته که مواظب باشید این روی توالت‌های یه تیکه بسته نمیشه و ما دوستان اینجوری داریم، که دوستان اینجوری هم داشته باشی احتیاج به دشمن نداری. گفت آقا میدونی چیه، من همین الان این 200 دلار رو برای شما میفرستم. گفتم نفروختم. گفت برای همین میفرستم که من باورم نمیشه تو رادیو تلویزیونا یه شخصی اینقدر صاف و صادق باشه که تا من گفتم نگه آقا فروختم، تو فعلا 200 دلار رو بده. گفتم آقا نفروختم، دوباره پس فردا اینو میارم بالا میگم و تو فوشم میدی، میگی دروغ گفتی. گفت آقا من از کجا میفهمم، فکر کنم 4 تا دیگه خریدی. گفتم آقا تو نمیفهمی، من که میفهمم. اون جدایی سیمین از فرهاد بود، کی بود یادتونه فیلمه؟ خانومه به همسرش گفت که بابا این بابات آلزایمر گرفته، فراموشی گرفته، این که نمیفهمه تو کی هستی. گفت اون نمیفهمه من کی هستم، من که میفهمم اون کی هست. آخه 200 دلار چیه که من برای این به شما دروغ بگم که 200 دلار شما به من بدی؟
میخوام مردشو رو این 200 دلار ببره. اون دوستمون میگه آقا شما 50 دلار از آقای مصطفی زاده گرفتی، والا اون آقای مصطفی زاده زنده، حی و حاضر، حی یعنی زنده، حاضر هم یعنی حاضره دیگه. بپرسی ما پولم نگرفتیم، ما بیشترین ضرر رو وقتی میکنیم که پولم نمیگیریم. نمونهش اون آقای دکتر چیز بود، علی اسمشم یادم رفته، بنده خدا از نیویورک انقدر زحمت کشید، دوست ما که به ما هیچ پولی نمیداد، آقای سعید کابوسی آمد درباره دکترا صحبت کرد که آقا این دکترا یه مشت بچه به اصطلاح نگفت سوسول، گفت یه مشت بچه درس خونی که نه بازی بلد بودن نه دوست داشتن، همش سرشون تو کتاب بود، دکتر شدن، حالا هم که دکتر شدن یه مشت آدمای مسنی که دیگه نمیتونن با کسی به اصطلاح کامیونیکیت داشته باشن. کامیونیکیت کردن هم یعنی مکالمه، گویش داشتن، کامیونیکیشن اصلا ارتباط، ارتباط ببخشید غلط نگم بهت. خلاصه اونم اومد گفت که آقا تو اجازه دادی دوست به من توهین کنی. میگم آقا سعید کاووسی من 20 سال اینجا میشناسم، ولی شما وقتی میگی دوست، منظور شما از دوست چیه؟ با ایشون مدرسه رفته باشم، با ایشون هم خوراک باشم، با ایشون هم سفر باشم. اونم حسب شما درست بماند. اینم ماجرای این 200 دلار و این آفتابه های قرن بیستم یا سرویس بهداشتی که به فرانسوی بهش بیده میگن. و اما بریم سراغ خبرهایی که آقای حسن خزائی خیلی هم فرستاد چپ و راست، ماشاءالله بعضی هاش هم دوتا و ستا میفرسته، بهش میگم تو رو خدا این کار انجام نده، چون من اینجا بهش میگم overwhelmed شدن، کسی که یه چیزی رو انقدر بهش زیاد بیاری و زیاد بگی که دیگه براش بیتفاوت میشه یا از طرفی جوش میاره. این بذارید بیام از اولش بهتون نشون بدم. این در رابطه با همین برلین هست. اتفاق من پارسال که رفتم آلمان، برلین هم رفتم، شهر بسیار قشنگی، قبلا هم رفته بودم برلین، بعد از اون موقعی که برلین جنوبی و شمال شرقی و غربی چیز شده بود. بله این یه کله تریلی بود که دیدید کشوندن بردنش، و البته امروز میگفت پر از سیل بوده توش، من نمیدونم سیل یه چیز دیگه گفت، داشتم راه میرفتم اخبار گوش میدادم متوجه نشدم. در اصل این یه کله تریلی اسبم بهش میگن، و اینجا توی آلمان و اینا خیلی این ماشینای بی‌دماغ به اصطلاح کب اوور تعدادشون زیاده و شیش چرخ هستن. آمریکا دوست دارن این پوز این ماشینه کبش از اینجا تا اونجا باشه. پیتر بلتا و کنورتا خیلی معروفن و معمولا هم پشتش 8 تا چرخ داره، بعضیاش که حتی 2 تا چرخ هم داره که به مثل پونی اکسل میره بالا، هر وقت بار دارن میاد با این. حالا ما راجع به کامیون نمیخوام صحبت کنیم، راجع به اینه که اینها انقدر راندنش ساده شده که هر کسی میتونه اینا رو رانندگی کنه. بعضی وقتا شما با یک ماه کلاس رفتن روزی 2-3 ساعت میشی یه راننده CDL. CDL اون وقتا یه ارزشی داشته، Commercial Driver License، CDL Commercial، یا بعضی ها حتی میگن شوفر. شوفر هم کلمه فرانسویه که تو ایران هم ما میگفتیم طرف شوفره، این شوفر، اونم با سی شروع میشه. در هر صورت بماند رفته طرف، حالا معلوم نیست راننده بوده نبوده هرچی بوده، زده یه در کشته و اینها. ولی اینا که این کارو میکنن معمولا زندگی دیگران رو خراب میکنن، زندگی اون آدمای شهروند قانونمندی که بلند شده از اون بدبختی سوریه، بدبختی کشورهای دیگه به قیمت جونشون ریسک کردن، فرار کردن با زن و بچه، حالا که پاشون رسیده یه جایی حاضر شدن شب تو چادر تو کمپ بخوابن تا تکلیفشون معلوم بشه. یه احمقی که این کارو میکنه بنا به هر دلیلی کار اونا رو خراب میکنه. ولی همین جوری که به اینا میگیم احمق، نمیخوایم کار اینا رو به اصطلاح تایید کنیم. ولی یه دوستی نوشت که مقایسه کن این پسر جوانی که با اسلحه
سفیر روسیه رو در آنکارا کشت، با این فعالای سیاسی ما که تومار می نویسن، نمیدونم آقای دکتر عبقری، آقای نمیدونم مهندس عسقری، آقای نمیدونم فلان پروفسور فلان، تومار می نویسن، نامه درباز و تبسه و تباز و سربسته می نویسن و 38 سال، ببخشید اینو میگم، مثل اسب عساری، نمیخوام بگیم مثل خر به گل موندن، مثل اسب عساری دارن دور خودشون دور میزنن. عساری فکر کنم اونایی بوده که روغن میگرفتن از کنجیت و از چیزای دیگه، کنجت میگین شما، نمیدونم، بماند اسب رو چشمی میبستن، بنده خدا همینجور میچرخید و یه سنگی رو میچرخوند و زیر اون چرخ هم حالا شما هرچی میریختی خوردش میکرد دیگه. گفت که ببین این با این کاری که کرد، اولا پیامشو فوری به دنیا رسون که ملت یا روسیه مخصوصا کاری که داری میکنی تو سوریه جنایت. حالا بماند که روسیه و ترکیه و ایران دیگه الان شده یه کشور مهمی، نمیشه شما یه اخباری رو گوش بدی روز و یا این ورش به خوبی یا اون ورش به بدی صحبت از ایران نباشه. خب اینا گویا یک میتینگی، یک نشستی هست که بشینن بابا، بلکه یه عده میگن شورشیا، یه عده میگن آزادی خواهان، اینم ما توش موندیم، مثل مجاهدین هست خودشون میگن ارتش آزادی بخش، آخوندا میگن منافقین، شما نمیدونی کدومش درست میگه. ولی امروز برای آقای مرحمتی نوشتم، دلم برای این ارتش آزادی بخش میسوزه که کارش رسیده به جایی که 30 دلار بدن، یه از این ویدیوها هست مثلا عکسی آخوند یه کله نمیدونم اون یکی رو میذارن روش، کارشون شده تولید ویدیوهایی که اینا به عنوان سوپاپ اطمینان برای خود آخوندا به نفعشونه، چون مردم اینو میبینن که آقا جنتی رو مسخره کردی، روحانی رو مسخره کردی، خوشحال میشن میرن دنبال کارشون، به این فکر نمیافتن که یکیشون آقا به اینجاش برسه مثل این پسره بلنش تق 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 بزنه. بلا فاصله تا این کشته شد روسیه گفت ما دیگه زندانی نمیگیریم، گویا داشته اونجا زندانی میگرفته چپ و راست، نمیدونم، خبر صحیح نمیاد بیرون. این دوستی که از دست من دلخور شده که آقا تو به مردم میگی منو تغییر ندید، ولی وقتی منم واقعا نمیخوام شما رو تغییر بدم، نظر خودمو میگم نظر من اینه، این خانم ایمی گودمن مثل من و شما نیست که شغلش چیز دیگه ای باشه، خود من به خاطر حرفایی که توی این تلویزیون میزنم والا بلا روی شغلم هم غیر مستقیم اثر گذاشته. خب نمونه کاملشو بگم، 600 دلار ما رو آقای ضیاء آتابال خورد، برای چی؟ برای که با آقای شازده گفتیم آقا شاه هستی یا نیستی؟ حالا آقای ضیاء آتابای اگه غیرت داشت امروز میگفت سوربی این 600 دلار که از 10 سال پیش من دزدیدم از تو، به اضافه 600 دلار دیگه، چون تو با وجودی که از من جوان‌تر بودی اون موقع حرف درستی زدی. خب اینا ضرریه که من بابت حرفام دارم میزنم، ولی ایمی گودمن شغلش اینه، نمیتونه بیاد همه چیزها رو بگه، اگه همه چیزها رو گفت همین سوراخی هم که گهگاهی ازش یه حرفی میزنه میبنده میکنن چه بیرون. شما که به قدرت پولارا و مدیا وارد هستی، شما فکر میکنی حالا این دموکراسی نه واقعا به 20 دلارایی که من و شما میدیم میچرخه؟ اگر اینجوری فکر میکنید، نظر من اینه که زهی خیال باطل. اگر باور دارید که پشت همینا هم اونای هستن که پولدارن، اونای هستن که آمریکا رو میچرخونن، اون وقت اینم گذاشتن یه سوپاپی باشه که بلکه من و شما که گوش میدیم یه دفعه دیوانه نشیم بریم اسلحه برداریم اینو اونو بزنیم. اینه، اینجوری شما قبولش کن، این یه قرص آسپرینی هست که اگه دندونمون درد میکنه فعلا گذاشتن میگن قرصش هم نده، بذار همینجا پای دندونت این قرصه آب بشه، چون از طریق پرزای چشایی زودتر به عصبت میرسه، اینجا یکم بیحال میکنه تا بره. دلیلم که میگم دندون درد داشتم دیروز رفتم، چقدر این خانم مژگان شفیع دکتر خوبیه دوستان، اگر
دندون پزشک ندارید توی این منطقه فیرفکس، حتی مریلند و واشنگتن هم هستی، این توی فیرفکس سال هاست که اینجاست، خودشون توی قسمت دندون پزشکی و اینها کار میکنن، مادرشون توی قسمت دفتر و آفیس و اینها، مرتب منظم، از اینایی نیستن که هول بزنن شیش نفر و اینو ده دقیقه اونو ربع ساعت، هر وقت میرین سالن خلوت منتظر شما، یا یه نفر نشسته احتمالا کار اون که تموم شد نوبتشون بعد میرسه به شما. من گفتم این دندون من سالها پیش پر کردم، حالا گاهی وقتی آب سرد که میخورم یا چیز گرم که میخورم اذیتم میکنم. ایشون گفت دندون خود منم همین جوری بوده، فوری نمیفرستمت بری پول بدی پرش کنه و... نه، رود کانال کنی. گفت که فعلا این خمیر دندونایی که برای دندونای حساس هست استفاده کنی، بعد خوب میشه. ضمناً گفت الان که داری صحبت میکنی میبینم سرما خوردی، وقتی سرما میخوری این سینوسا متورم میشه، سینوسا که متورم میشه دندون شما هم عصبش اومده اینجاها، اونم داره به اون فشار میاره، سرمای هوا هم که دیگه نگو و نپرس. گفتم بله، همون شنبه که یخ زده بود بنده هفته صبح در جاده داشتم رانندگی میکردم و این درد، گفت شما فعلا برو یه چند روز با این خمیر دندون و اینها، ولی اینم نسخه آماده برای چی؟ که اگر خواستی دیگه نیا اینجا، مثل دکترای دیگه نیست که سر کیست کنه. خب حالا اینو بهت دادم، برو بزن دوباره بیا ببینم چیه. نسخه هرم داده که اگر نخواست این درست نشد برو دنبال روت کانال کردن. روت کانال کردن هم گویا مثل که گرونه، همه بیمه ها قبول نمی کنه. دکتر مژگان شعفی، بعضی ها می خونن شفیعی، ولی فکر کنم همون شعفی درسته. اگر هم شما رو تلفن ایناشون خواستید نتونستید پیدا کنید، من به اصطلاح تماس بگیرید براتون میفرستم. ما هر کسی دوست کسی رو فرستادیم بعد اومده گفته آقا خدا پدرتو بیامرز ما رو نجات دادی. گفتیم چیه؟ گفت نمیدونم، دکتر قبلی پدر ما رو در آورد، از بعد چپ و راست ما رو نقره داغ میکرد، سرویس درست انجام نمیداد، فلان اینها. و در صورت ما راضی هستیم، امیدوارم شما هم اگه میرید، یعنی مطمئنم شما هم اگه برید راضی خواهید بود. ترامپ دیوانه، ایراد از خیریهای کلینتون، حالا خودش رو تماشا کنید. ماجرای برلین، ترکیه، سفیر روسیه، سوئیس، مسجد مسلمان‌ها یا مرکز اسلامی و یمن. و میدونید این ماجرای یمن، ماجرای سوریه، اینها بهشون میگن جنگ‌های پراکسی. پراکسی تو کار اینترنت و اینا هم ازش استفاده میکنن. فکر کنم به فارسی میشه بگیم نیابتی، مثل اون یکی هست که مثلا به نیابت اون یکی دیگه میره حج، چی بهش میگفتن، از این حجای پول میدادن به یکی براشون بره، فکر نمیدونم حالا اونم میشه پراکسی، نمیدونم. در هر صورت کلمه پراکسی اینه که عربستان سعودی و ایران توی یمن دارن با هم میجنگن، نمیدونم مثلا دیگه کجا کی، باز همه عربستان سعودی با ایران توی سوریه دارن می جنگن، نمیدونم. در صورت روزگار غریبیست نازنین، و من هم نالج سیاسیم یا دانش سیاسیم انقدر نیست که بتونم برای شما تفسیر کنم. اگر کسی میخواد دوست داره در مواردی صحبت کنه میتونه از تلویزیون مردم استفاده کنه، هم برنامه خودش رو داشته باشه هم مهمان برنامه ما باشه. یادتون باشه مهمون مثل ماهیه، میاریش خونه میپزیش، چقدر خوشمزه است، مخصوصا اگه با سبزی پلو بخوری، ولی اگر دو روز سه روز این ماهی رو نگه داری بو گند میده، اصلا بدترین بویی که میخوان بگن این کار بو بد میده میگن smell fishy، یعنی بوی ماهی میده. پس مهمان باشید، قشنگ بیاین، بعدم برید، اگه دیدید خوبه دوست داشتید، دوباره یه بهانه نیارید که من بیام مهمان بشم. اون موقع قشنگ بگید من حاضرم یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت برنامه داشته باشم، اینم پولش. از امسالم تصمیم بگیرید قبلا پول پرداخت کنید بعدا برنامه بگیرید، چون ما اقلا دیگه بالاخره بعد از 13 سال 2003 تا حالا
تلویزیون مردم و 20 سال تو رادیو تلویزیون ها بودن، دیگه اعتبار 50 دلار 100 دلار رو داریم. ولی شما دوستان نه، دوستان قبل از شما نشون دادن که آقا طرف برای 10 دلار مثل علی برجقک میپره بالا و پایین که آقا من منظورم دلار استرالیایی بود. گفتیم آقا برو هر برو اصلا این 10 دلارم بنداز رو یه فقیر نبنداز، با احترام بده به یه فقیر. چی بگیم؟ به خدا آدم اعصابش خط خطی میشه. و اما عکس روز از مجسمه مومی ترامپ در موزه مادام توسو تا فقر مطلق در بشاگرد هرمزگان. عکس روز را با عکس های از ادای احترام ظریف به سفیر بذارید این را هم همه حسن خزایی فرستاده. بذارید صفحه رو براتون اینجوری کنم تا بله آقای خزایی هم امیدواریم که برنامه هاش ردیف بشه و از سال آینده بعد از تعطیلات خودش خبر بگه، خودش عکس بفرسته و الی آخر. میگه که عکس روز را با عکس هایی از ادای احترام ظریف به سفیر ترور شده روسیه، مسابقات قهرمانی موج سواری در پرتغال و تصادف هیچ دیگه دنبالش ننوشته. بله ادای احترام جواد ظریف به اون سفیری که شد، این هم مراسم تشییع جنازه اون سفیر، جنازه یا پیکرش رو می‌بینید آوردن اونجا، احتمالاً این موقعی که تازه از هواپیما آوردنش ترکیه، از ترکیه آورد. بله تابوت آندره کارلوف سفیر روسیه در ترکیه در راه به بله این موقعی که از ترکیه داره میره. بعد و اما اینجا نوشته زمستان در باغچه‌های نقشکشان و رفوگران فرش عراق، عکس فاطمه عبدی یا عابدی یا عیبودی یا هرچ. در هر صورت ما سعی میکنیم کردیت یا اعتبار بهشون بدیم، ولی بعض وقتا کوچیک می‌نویسن یا سیاه تو سفید می‌نویسن، سفید تو سیاه یه جورای دیگه. پلیس آلمان به دنبال مرد تونسی مزنون به حمله به بازار کریسمس. اینم باز وایس آف امریکا. این آقای حسن خزایی صبح یه دوری میزنه توی این بازارهای خبر و ببینه کجا به کجاست، از بی بی سی گرفته، از وایس آف امریکا گرفته، این خبر رو وایس آف امریکا گذاشته. پلیس آلمان به دنبال مرد تونسی مزنون به حمله به بازار کریسمس. خبرهای دیگه هم اونجا هست که امروز وقت نداریم و روزهای بعد امیدواریم که براتون در بخش خبر خود آقای حسن خزایی یا از فلوریدا یا از کالیفرنیا بگه. ایشون حالا هم ایرانیه هم کالیفرنیاییه هم فلوریدا. اون جوکه بود میگو یکی از بچه ها پالاشگوییه، یکیش دانشگوییه، یکیش هم فلانه، یکی دیگرش هم نمیدونم. حالا ایشون هم اول ایرانی بوده حالا آمریکایی شده بعدا کالیفرنیایی، حالا هم کالیفرنیایی هم فلوریدا. دونالد ترامپ توی پرانتز یا توی گیومه بگیم نه، تروریست اسلامی را عامل خشونت‌های آلمان و ترکیه خواند. حالا چرا اینو داره میگه؟ چون اینا هی فشار می آوردن به اوباما که آقای اوباما چرا نمیگی که این تروریست ها اسلامی هستن. اوباما چون سیاستمدار بهتر از این هست، میدونست که شما اگه کلمه اسلامی رو اضافه کنی، منی هم که مسلمان درست حسابی نیستم آفندد میشم، یعنی به هم بر میخوره. بعد میدونست از طرفی اگر این حماقت رو بکنه و این کلمه اسلامی رو هی چپ و راست بیاره، اون تندروا ازش فیلم میسازن، استفاده میکنن برای مسلمانای باورمندی که بدبختا زندگی مرفهی ندارن، زندگی خوبی ندارن، منتظرن حالا این وسط هم یکی بیاد بگی ببین چه کار کرد، بیا برو خودتو بکش برو بهش. حالا امیدوارم میگم این تفنگی رو که مردم اون مردم انانگسیخته عصبی
تفنگی رو که دادن دست این میمون، دست این دونالد ترامپ که واقعا با این موهای زردش و اینها همین مثل میمون، نه اون یکی دیگه چیه زرد رنگه، اوران اوتانه چیه، این تفنگ رو شلیک نکنه و الا اگه یاد بگیره چجوری دستشو بذاره به این تفنگ اتوماتیک قرن 21 هم دادن دستش، خدا میدونه چند نفر رو قلع و قم میکنه. بله. و اما اینم از این، بریم برای خبر بعدی. خبر بعدی چی هست آقای خزایی؟ چگونه جیمز متیس میتواند معاونه ترامپ برای پاره کردن برجام شود؟ حالا شما اینا رو داشته باشید، این کسایی که موقعی که اوباما بود نق زدن که آقا این برجام فایده ای نداره و ایران خیلی سود برده و آمریکا ضرر کرده. آقا آمریکا از چی ضرر کرده؟ آمریکا طرف میگه از سود ضرر کرده. آمریکا پولی رو که سالها نگه داشته حالا تازه اگه بده که اونم نمیده، جونش بالا میاد، اینم بس خود آخونداز میگیره ولی نمیده، که پول خود ایران میخواد بهشون بده، که بعضی هم میگن البته بهتره نده چون میفته دست آخوندا، یا میره فلسطین یا میره لبنان یا میره لیبی، کجا نمیدونم، لیبی نمیست که. در صورت این آقای جیمز متیس میگه که جیمز متیس وزیر دفاع پیشنهادی دولت ترامپ، براتون اینجوری بیارم نوشتشم خودتون بخونید، به احتمال زیاد شما سواد خوندن و نوشتنتون خیلی از من بهتر و بیشتر. میگه جنرال جیمز متیس فرمانده وقت نیروهای آمریکا در خاورمیانه از نحوه برخورد پرزیدنت اوباما با توافق هسته‌ای ایران انتقاد نداشت، بلکه از عدم برخورد با تهدید ناشی از رفتار منطقه ایران ناراضی بود. آقای متیس وزیر دفاع پیشنهادی دولت ترامپ در یک سخنرانی در ماه آوریل از لغو برجام حمایت نکرد و در عوض گفت تا زمانی که ایران به طور جدی توافق هسته‌ای را زیر پا نگذاشته باشد، رئیس جمهوری جدید آمریکا با رد برجام ایالات متحده را منزوی و ایران را تقویت خواهد کرد. حالا اینو داشته باشید، بعد افراد نادانی مثل دکتر حمزه پور و دیگران که فکر میکردن تا دونالد ترامپ رای بگیره این ور میداره با اسلحه میره دنبال آخونده، آخونده رو میزنه و میاد آقای شازدرم میبره اونجا، میگه بابا اینجوری نیست که. بعد برید نگاه کنید ببینید یوکی، یونایتد کینگدم چجوری داشته سالها برخلاف تحریمای آمریکا با ایران معامله میکرد. خود اینا من بهتون میگم یه مرضی دارن اینها. بفرمایید، شاهدم از غیب حاضر شد، گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. بفرمایید. گاردین، اوکی، اینجا کامرای سه. گاردین امروز چهارشنبه اول دی ماه 1395 نوشته که چند دهه معامله رولز رویس با ایران از طریق راه‌های گریز در تحریم‌های آمریکا. میدونید که رویز رویز فقط ماشین رویز رویز برای شاه و برای نمیدونم آخوندا نمیسازه، توربینای بزرگ، نمیدونم موتورای هواپیماها، بعضی هاش رویز رویز هست. همین کارخونه که افتخار میکنه که یه ماشینی رو با دست میسازه و هنوزم 500 هزار دلار 200 هزار دلار به اصطلاح خرید فروش میشه. میگه که این روزنامه به نقل از یک نامه محرمانه کمپانی رویز رویز میگوید این شرکت دهه هاست که به ایران قطعه و تجهیزات میفروشد. اون وقت بیچاره یه ایرانی ورداشته بوده یه چیزی مثلا فروخته به ایران، آمدن یقش گرفتن که آقا این چیزی که فروخت، گفته آقا این برای پزشکیه، این چیکار جنگ داره، چیکار اتم داره، حالا میبره دادگاه. اون وقت اون ور دادگاه وکیل و پول دولت آمریکا، این ور تو بدبخت باید بری خونت رو بفروشی بدی به وکیل. اون وقت کی معامله میکنه با آمریکا؟ خود دولت، خود نمیدونم انگلیسی ها. خب دلار در بازار ارز ایران 4000 تومان شد، من حتی دیدم بیشتر شده بود،
اینم باز بهتون نشون بدم که یه وقتی فکر نکنید خدایی نکرده این تلویزیون ها حرف الکی میزنن. ببینید دلار نوشته خرید از شما 3970 تومان، فروش به شما 4000 تومان. اوکی؟ اینه. یورو 4220 تومان میخرن، 4260 تومان میفروشن. اینجا هم نوشته ارزش دلار به بالاترین حد در 14 سال گذشته رسید. اینم از این. نفتم که میدونید گرون شده و دلیل گرون شدن نفت اینه که میگن کشورهای اوپک تولید نفت رو زیاد کردن که نفت ارزون بشه، که شرکت‌های آمریکایی که هر کدومش یه سوراخی زده گاز و با فشار میفرسته نفت میاره بیرون میفروشه، اینا وقتی این کارو میکنن و نفت میارن بگن ای آقا این که پای ما 40 دلار در میاد، اینا که نفت از ایران و از عربستان میدن همون 40 دلار، پس ما چه کاریه داریم زحمت میکشیم. و خیلی هاشون رفتن از بیزینس بیرون، ورشکست شدن. همچین که اینا ورشکست شدن و رفتن بیرون، عربستان سعودی و ایران و اینها تصمیم گرفتن حالا کمش میکنیم تولید نفت. تولید نفت کم کردن، قیمت زیاد شده. حالا رادیو گوش بدید، مثلا واشنگتن جورنال، این سیسپن یه برنامه خوب و سنگینه، ولی خب یه مش توب آدمای بیکار. بعد اینا سه تا خط گذاشتن، یه خط گذاشتن برای دموکرات‌ها زنگ بزنن، یه خط برای ریپابلیکن‌ها زنگ بزنن، یه خط گذاشتن برای اونایی که ایندیپندنت هستن، نه به این وابستگی دارن نه به اون. و ببینید ریپابلیکی که زنگ میزنه، من نمیدونم چرا اینقدر اینا کم سوادن، میگه از روزی که هیلری کلینتون انتخاب نشد قیمت نفت رفت بالا. حالا به ما بگید چرا رفت بالا؟ طرف میگه آقا ما نمیدونیم، شما بگو. شما که قیمت بالا رفتن نفت رو میخوای به هیلری کلینتونی که انتخاب نشده ربط بده، تو خودت ربطش بده. دیدید که بعضی از دوستان مثل اون روز آقای دکتر احمدی میگه آقای سوربی شما اگر پول نگرفته باشی ولی میدونید که تمام تلویزیونای ایرانی رو پول دادن و بهشون گفتن اسم آقای دکتر نصر احمدی رو نیارید، میگه آقا من از کجا میدونم؟ بعد بلافاصله میگه البته خود شما هم اسم منو نمیبردید. آقا شما 20 سال برنامه منو نگاه کردی، شما موقعی که با آقای رضا پهلوی بودیم من شما رو مسخره میکردم، من برنامه های شما رو میآوردم میذاشتم به عنوان یه سری آدم عقب افتاده که تو قرن 20 و 21 هنوز دنبال یک شازده نادان هستید، مسخرتون میکردم، اسمتونو میآوردم، عکستونو نشون میدادم. ترسی ندارم، واهمه ای ندارم، و همین امروز هم نوشته های شما و دیگران رو که میارم، همین که میگم 50 نفر قانون اساسی نوشتن، برای که میگم قانون اساسی که ما کم نداریم، اجراش کمه، مجریش کمه. مثلا یه نفر به این آقای روحانی بگه آقا یعنی شما میگی 38 سال شما آمدید حکومت کردید منشور شهروندی نداشته؟ ببخشید اون فروشگاهه بود، داروخونه طرف میرم میگه آقا نفت داری؟ میگم نه. میگه باید شاشید به این مغازه‌ای که نفت نداره. فردا طرف نفت میذاره. میرفتیم من میگم آلبالو داری؟ میگم نه آقا ما داروخونه هستیم آلبالو نداریم. میگه باید شاشید به این مغازه داروخونه که آلبالو نداره. دفعه دیگه طرف تا اومد داخل حرف بزنه بهش گفت ببین آقا چرا خودت اذیت میکنی، برو شاشتو بکن برو. آقای روحانی قانون جمهوری اسلامی ایران که تو قرن 21 بعد از چند سال مشروطه و بعد از چند سال پادشاهی، شماها آقای بنی سعد آقای نمیدونم فلان مجلس مؤسسان نوشتید حقوق شهروندا توش رعایت نشده بود، یعنی درج نشده بوده؟ اگه شده بوده چرا حالا دوباره موقع انتخابات دارید دروغ میگید به مردم؟ اگه شده بوده اجرا نشده، اگر بوده و اجرا نشده یقه خودتونو بگیرید، یقه دیگرانی که اجرا میدونید وظیفه دولت اجرای قانونه دیگه. دست ما همه میخوره به این دوربین و صفحه فیسبوکی، البته بدم نیست اگه دوستان داشته باشن نگاه کنن، این تکونی که میخوره فکر میکنن خودشون چرت زدن دوباره بیدار میشن. اینم از این ماجرا. واکنش آمریکا به نشست مسکو از راهکار سیاسی
به سود مردم سوریه استقبال میکنیم. این سخنگوی وایت هاوس هم، یا ببخشید سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، این اصلا آدمه نه دلچسبه. میدونید بعضی ها اینجا بهشون میگن نایس تاکر، یعنی صحبت که میکنن حرفشون اقلا به دل مینشینه، حتی اگر داره دروغ میگه حرفایی میزنه که مورد قبول قرار میگیره. این اصلا نه قیافهش نه صحبت کردنش، اینا وقتی حرف میزنه معلومه با همه میخواد دعوا کنه. فقط سوربی نیست که با همه میخواد دعوا کنه ها، تو آمریکا اینجوریه، همه اعصابا خط خطی. در اصل میگه وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به نشست سه جانبه ترکیه، روسیه و ایران در مسکو درباره بحران سوریه اعلام کرد که آمریکا از تلاشی که منجر به مذاکرات سیاسی برای حل بحران سوریه شود حمایت میکنیم. ببینیم و تعریف کنیم. اینم از این. خب داریم کم کم به ساعت سه نزدیک میشیم و ساعت سه با آقای یزدان خداوند رو خواهیم بود تا ایشون درباره خط ما فارسی است یا عربی و اصلا تعریف خط چیه. بریم یه سری ایران و آلبوم عکس‌های شب یلدا رو نگاه کنیم و ببینیم این شب یلدا چیه، سنت خوبیه، سنت بدیه، نگهش داریم، آیا شما انجامش میدید، اجراش میکنید یا شما هم میشینید تلویزیون نگاه میکنید. آلبوم عکس شب یلدا در آستانه بلندترین شب سال در تقویم خورشیدی که با نام شب یلدا یا شب چله شناخته می شود، چهره بازارها و میادین در شهرهای مختلف ایران و حال ایران حال هوای دیگری به خود گرفته است. تعدادی از عکس‌های مربوط به خرید شب یلدا را در شهرهای مختلف ایران ببینید. خب ممنونم، این را هم باز آقای حسن خزایی فرستادن، ممنون و متشکرم. آجیل شب یلدا اینقدر سفتاره من نمیدونم، 50,000 تاست ممتاز، 50,000 تومان فکر کنم. و این قیافه این آقای جالبه، چنان نگاهی به سیبه میکنه انگار که تو آزمایشگاه مثلا داره روی یک چیز اتمی کار میکنه. میدونید که این میوه فروشا یه پیشبندی داشتن یا یه لنگی گردنشون مینداختن و این میوه ها رو برق مینداختن. مثل حالا نبود که همه اینها یه چیزی اسپری کرده باشن روشون برق بزنه، بعدم حتی مومه مثل که با چاقو اگه بتراشینش مثل شمع روش شمعه یا وکسه. شب یلدا مبارک. این خانم هم داره آجیل میخوره میخره که بخوره و این آقا هم هندونه و این پایینی هم انار و انار هم که دیگه اینجا فصلش تموم شد و ما وقتی هست دلی از عزا در میاریم و انار خیلی خوبه، میگن برای تجزیه خون خوبه و نمیدونم. و یادم میاد آقای آهان، من یه پیامی رو از پتیک میخوام براتون پخش کنم که ایشون همون جوری که ما بهش گفتیم خب آقا بیا شما برنامه قهرمانان تلویزیون مردم رو اجرا کن، ایشون لطف کرده اولینش رو ببشنویم با هم. کاکوجون سلام، پتیک هستم. زنگ دادم بگم که در برنامه فردا که قرار بود که من زنگ بزنم برای قهرمانا، یه نفر قهرمان ایرانی پیدا کردم به اسم مهندس نادر رضا نوری که به حمایت حیوانات برخواسته، ولی هرچی این ور اون ور کردم دیدم به نظر من شایسته تر از ایشون تیمسار امیر هوشنگ آریانپور هستن. حالا خواستم اینا به اطلاع برسونم، تو تلویزیونتون هم میتونید اعلام بکنید، هر کسی هر جوری که تمایل داشت رای بدید. موفق باشید، روزتون بخیر. بسیار ممنونم و نمیدونم حالا این کار ادامه پیدا میکنه، شما بتونید افرادی رو معرفی کنید، دوستان اینقدر پشتکار داشته باشن اسامی رو بنویسن بعدن معرفی یعنی بفرستن ما بشماریم ببینیم چه کسی، آقای جیسون، آقای آریانپور، آقای نمیدونم مهندس فلانی و اعلام کنیم. ولی این کار بزرگیه دوست عزیز،
سی ان ان که این کارو میکنه یک سال 20 تا اینترن حداقل دنبالشه، 4 تا 5 تا پرودوسر معمولی تهیه کننده و حتما یه پولدار اگزیکیتیو پرودوسری که اونو میفروشه به سی ان ان. ما خیلی ضعیف هستیم. کارهای اینجوری مثل این قدمای بزرگیه که این اپوزیسیون یا کمپوزیسیون برمیداره. تیمسار روحانی روانی، ساعت نمیدونم 10 صبح بیاین در خونتون رو باز کنید، نگاه همدیگه بکنید، برید تو. اوکی؟ یا آقای حخا 30 فلان روز بیاین میدون شهیاد پاستارا رو بزنید و ریشه هاشون رو بتراشید، بعدا من میام. به 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 به، بگیرید و بکشید و بپزید که من بیام بخورم. بعدم تازه آقای داور مسخرش میکنه، میگه آقا این اشتباه کرد، این قرار بوده 32 مهر بره. 32. خب دوستان عزیز، ساعت 2:58 دقیقا. ممنونم از احمد عزیز، دوست قدیمیم که آمده داره گوش میده. آقا بلنش بیا آمریکا ببینیم. این انقدر اصلا بمب خنده بود، نمیدونم الان که پیر شده همونجوری هنوز جوکه. جوک نه که دلغک باشه ها، تازه خود دلغک بودن هم کار خیلی مشکلیه که دیگران رو بتونی بخندونی، ولی یه پارچه شادی و خوشحالی بود. امیدوارم که توی زندگیش خوب و خوش و سلامت و شاد باشه، همچنین شما. بریم و برگردیم با آقای یزدان خداوند رو باشیم. یه خاموش روشن باد بکنید. مرسی.